من سعادتی ایشون دست من بزنید. چرا؟ خواهر من ها هم سعادتی گفته بودم برمیگردم. بچه‌ی تو بچه‌ی تو به اتهام ضرب و جد باید ماما بیاید. به خاطر یه زخم اینقدری میخوای پدر دو تا بچه رو ببرین زندان؟ بفرمایید برین کلانتری. بفرمایید آقا. ببین خانم، شما آمادگی ازدواج ندارید؟ یه مینیبوس آدم داره از شهرستان میاد، اینجوری که نمیشه ما رو مسخره کنید. با اجازهتون آقا رضا. کجا میبینید؟ امروز که با قدرش میومدیم خون من ماشین خودمون رو پیدا کرد، اما اینو دوستش دوباره ماشین رو دوزید. تو دوستی؟ تو قضا عرشی ها دینه این ماشین رو عرشی ها بود. سلام دایی جان. سلام. سلام هستم. بخیر. خوبه شما؟ خوبه شما. خب شاکی کو؟ شاکی رفت. رفت؟ بله رفت، گفت محال رضایت بده. ببخشید من آدرس یه نفر رو میخواستم. جهان صداش میزنی، زحمت بکشید هرچه سریعتر این آدرس رو پیدا کنید، ما منتظریم. سلام قربان، حال شما؟ چشم گوشی خدمتتون. آقا جناب خودکار آقا جناب چی شد؟ نقدر از باشم آقا جناب. خودکار سعید، خودکار چی شده آقا جناب؟ میخوامم که باید چی شده؟ خودکار چی شده؟ آدرس خونه یارو زود باش یعنی باید از پیداش کردن؟ کاغذ این همه جهان توی جهرون است. کاغذ نداره. یه کاغذ پیدا کرد که بودو. مهمه. دست. بله. طاقت بیار. آخه خب بابا خورو دست خودتون بنویسین. بله. بوم بس. طاقت بیار دیگه جنبه خیاطی گوشی خیاطی خواه ببخشید اشتباه شد جنبه مغازه دیگه طاقت بیار بده من تا دست دن جنبه طاقت جنبه بله اشتباه خرازیه آ جنبه خور خرازی به خاطر تو دارم تحمل میکنم آقا جان آقا جان تموم شد بچا دایی جون فقط دستاتون رو نشورید تا من اینا پیداش کنم اون شو طلایی فوتبال ایران، افشین پیروانی، حمید استیلی، گل قرن، عشق قرن. هنوز آدم وقتی یاد اون گل میفته عشق شادی تو چشاش برق میزنه. بله. مهدی پاشازاده، نعیم سعداوی، علی دایی، شهریار فوتبال ایران، رضا مالدینی، خداداد عزیزی، غزال تیزپای فوتبال ایران، مهدی مهدوی کیا، موشک تیم هامبورگ، علی رضا منصوریان. البته علیرضا منصوریان الان دیگه خودش برای خودش مربی شده، موهاش هم از تر تراشیده. محمد خاکبور، احمد رضا عابدزاده، عقاب آسیا. ماشاءالله الان همشون وضعشون توپه. خب چون کارشون با توپه. عرضم به حضورتون می‌خواستم خدمت اومد. منم رفتم سراغ فوتبال. تو تیم فرد ذخیره علی کریمی بودم. جادوگر.
این لایه‌ای که میزد همه رو رو من تمرین میکرد، انقدر به هم لایی زد تا پاهم پرانتزی شد و زانوام آب آورد. بله عرضم به حضورت این من و علی کرمی خطمون با هم یکی بود، ولی از یه جایی خطمون دیگه جدا شد. من فوتبال رو ول کردم، اونم رفت بایر مونیخ. بفرمایید یخ میکنه. ببخشید آقای جهان، خب ما این موقع شب مزاحمت شدیم، داشتید شام میخوردید. تازه اینا که چیزی نمیگیرن. بله اینا دلار میگیرن، دلار به این گرونی. پائولو مالدینی، آلساندرو دل پیرو، کریستیانو رونالدو. نه این ریوالدو ها، همون. آقا جهان، علی دایی توی قسمت باشون آشنا شدی؟ بله، علی دایی شبا ساکشو میبست بعد تمرین میرفت میدون منیری مغازش، از همون مغازه کوچیک شروع کرد. حقشه زرنگ بود. بله زرنگ بوده دیگه. عرضم به حضورتون ما امشب احمد رضا عابدزاده، پسر احمد رضا عابدزاده بر فراز پدرش شیرجه زده. بله پسر کو ندارد نشان از پدر. این بنفشه کیه؟ گابریل باتیستوتا. بله این اگه خاطرتون باشه مربی تیم ملی آرژانتین دعوتش نکرد به خاطر اینکه موهاش بلند بود. نه کانیگیا بود. اینم بود. نه کانیگیا بود. اینا جزء بازیکنان بله. بلند بودن. بفرمایید دهن افتاد. بفرمایید عرض میکنم خدمت ما با این شرطی که داریم واقعا چیزی از گلمون پایین نمیره و مادر کوشه زندان افتاد و موقع داری دولوبی تخمه مرغ میخوری. ما امشب از فرطی ناراحتی ها باور کنید که شامی درست حسابی نخوردیم، خیلی هم زود خوابیدیم، اینه که همه گرسنه ایم. میخواستم خدمت دو عرض کنم که شما بیاین و فقط یه چیزی ما آدرس رو اینجا رو چجوری پیدا کردید؟ خیلی جالبه. پیدا کردن آدرس برای دایی جلال فقط یه دونه تلفنه. پس آدم با نفوذی هستن. بله نه بابا چرا دیگه آقا جلال نفوذی داریم بفرمایید شما آقا جهان. میخواستم ببینم که اگه دیگه تفسیری ورزشی و فوتبالتون تموم شد میخواستم ازتون خواهش کنم که بیایند و یه رضایت بدهید که این دوتا بچه خارام بیان بیرون. چیا بیان بیرون؟ بچه خوارا. منظورشون بچه خوهراست. بله بله این باتیستوتا چه موهای قشنگی داره. من معذرت میخوام، نمیتونم آقا، به شخصیت من توهین شده. آقا جهان ببینید، من میدونم که عطا بچگی کرد با شما رفتار خوبی نداشت، ولی جای زن من تو بازداشتگاه نیست. باور کنین دیگه خواب به چشامون نمیاد. بابا ما که خواب بودیم که. نه ببین پسرم، هیچ چیز مهمتر از عزت نفس نیست. بیا بابا به چاینا رحم کن. باور کنید یه چششون اشکه، یه چششون خونه، یه چششون بسده. بله ببینید اون خانم جای خواهر منه، من نون و نمکشون رو خوردم. شما اگه اون 15 میلیون رو بتونید جور کنید بدید، منم میرم شکایتم پس میگیرم. ولی عطا رو اصلا نمیتونم ببخشم. نه اون اصلا مسئله ما نیست، کاری به اون نداریم. ولی آقا جهان باور کنین زنم یه عمر با آبرو زندگی کرد. من حاضرم فرش زیر پامو بفروشم بول شما رو جور بکنم، ولی شما آقا جهان خواهش میکنم اینجوری حرف نزنید. وضعیت منو که میبینید، من یادم بدبخت بیچارم. اگه اینقدر پول میکنم به خاطر اینکه ندارم، احتیاج دارم. من 4 سال پیش یه اشتباهی کردم، رفتم زندان. دیگه از اون به بعد همه به چشم سابقه دار بهم نگاه میکنن و کار بهم نمیدن. اگه شما میگیم فرش زیر پاتون میخوایی بفروشی، من سال هاست که فرش زیر پامو فروختم. ببین آقا جهان،
من نوکرتم، من دستتو میبوسم، درکت میکنم، میفهمم چی داری میگوی، ولی بیا اینجا یه مردونگی بکن، رضایت بده و دیگه تمومش کن. منم اون موضوع کار دا حل میکنم. جان من؟ بله، شک نکن. خب پس حل دیگه، دست درد نکند. یعنی شما رضایت میدین؟ بله. آقا خیلی مردی، اینه خیلی مردی. بیا گفتم که نمیذارم شب اینجا بمونی. یه زود آقا دست شما هم درد نکنه. از قدیم گفتن تو نیکی میکنه و در دجله انداز که ایزد. بفرم 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 این بشینی بفرم 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 دایی جلال نگاه میکنی؟ یه پایی بگیرم چی کن کن؟ برتو اوشک بری بری یکی میخنده یکی غمگیره زندگی اینه خوش اومدی. بفرم 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 بیا تو دیگه دای بومی خونه واقعا هیچ چه خونه خود آدم نمیشه. حتی چون البته اینجا خونه ماست دا خیلی عمیق نفس نکش. خیلی خوب حالا سر صدا نکنیم همه خوابن. میان داریم تو. تو چرا اینجا نشستی؟ هیچی دیگه، همه چی درست شد، همه تو آزاد شدین. فقط یه تونه عروسی من بدبخت رفت رو هوا. هوشنگ جان من سعید من بری کجا؟ یه این تا بده بودن چشم ببخش ببینیم بزرگته یه برمیگردیم.
شرمندم که ما نصف شبی مزاحم شما شدیم. خواهش میکنم. چون امر خیر بود که خدمت رسیدیم. زهره خانم و عطا همین الان آزاد شدن. بله. به سلامتی. سلامت باشی. سلامت باشی. اینه که من خدمت رسیدم، اگه مشکلی ندارید همون تاریخی که قبلا صحبت کرده بودیم مراسمو برگزار کنم. بله. ببخشید زیبا خانم، خودشون گفتن تشریف بیارید موقع شب خونه ما. حقیقتش بله. بله. من کشته همین اخلاقاشونم. فوق‌العاده. بله. به نظر منم عالیه. من فقط دو کلمه عرض خصوصی با شما داشتم. خواهش میکنم. ببخشید اینجا نمیشه. تشریف بیارید شما لطفاً. بفرمایید. ببخشید شما کجا؟ من با ایشون کار دارم. شما بفرمایید بشینید. بشینید معلومه. تشریف بیارید. بشین برو. هوشنگم. بله. بفرما من در خدمتم. نه بابا. واقعا؟ بله. هنوز داری میخوری؟ این خیلی خوشمزه است. راست میگی؟ یه لقمه بر من بگی. جدن؟ بله بیا. نمیدونم یه چیزیه بین خودشون دوتا. آبو دارم من نشون میدم. یعنی خاطرم جمع. جمعی جمع. پس خودشه. آره آره. پس میشه بهشون بگین تشریف بیارن؟ بله. پسرم سهی؟ چیکارش داره؟ نمیدونم یه چیزیه بین خودشون ستا. به داداش من بگم؟ بله بگو آقا. داداش، داداش بیا. ماشالله. سهی؟ اینم رفت؟ یعنی چی میگن که ما نباید بفهمیم؟ نمیدونم فکر کنم یه موضوعی بین خودشون چارتا. آقا سعید. بله بله. بیا دایی جو. بله. شما کجا؟ شما خودتون گفتین سعید بیاد دیگه. گفتم سعید. شما سعیدی؟ خب من باباشم. گفتم بابا سعید؟ نه. بفرما بفرما برو بیش عیزه. نه 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 بیش بیشم. پس مبارکه. مبارکه؟ خوب ببینید چی مبارکه؟ مبارکه پسرم. مبارکه. هیچ، قرار پس فردا عروسی برگزار بشه. ای تبریک. تبریک به خودم، تبریک به شما، تبریک به همه. چه بامزه. تبریک به خودم، تبریک به شما، تبریک به همه. خیلی خوب، حالا داشتین چی میگفتین؟ هیچی. نه خیلی داشتین منو نشون میدادین. ما؟ ما داشتیم ایشونو نشون میدادین؟ نه. او چه سات دی پیا گارمی او لاشات می موری او لاشات می موری لو
очень грате диспетоте, ну очень грате диспетоте, più del cielo, più del mar, mi frete sordo miel mortir, frete sordo miel mortir. آقا جلال جونه درباره من حرف میزدی؟ ها بابا تموم شده رفت ول کن دیگه. سعید بله درباره من حرف میزدیم؟ بله بله چی میگفتی؟ چیزی خاصی نبود بابا ول کن دیگه. چش آره بابا ولش کن یه تو خودمون. سعید بله چی میگفتی؟ بابا آقای نعمتیان میگفتن که من با کل خانوادتون حال میکنم ولی با شما اصلا حال نمیکنم. آقا سعید تو حرف تو دهنت بند نمیشد به چه؟ خب دیگه چی میگفتن؟ دایی جلال گفتن که ما هم اولش اینجوری بودیم ولی خب بعدا عادت کردیم. آفرین باریکلا همین بود. واقعا؟ آره بابا. آقا ناراحت هیچی نباش. من آخه نمیدونم اینا با من چه مشکلی دارن. خب همین دیگه بابا آقای نعمتی هم میگفت. خب آره گفت ولی من خودم حلش کردم دیگه ناراحت نباش. اجازه بده. آخ تو با تمام قلبم نیومده یکی شدی به قصد کشتن اوشنگ بیاد خودمو بخون دیگه. اگه مثل من سخن به من نشون میده من که بریدم از همه به اعتماد بودنت دیگه باید چی کار کنم واسه به دست آوردنت از لحظه ای که دیدمت بیرون نمیرم از خودم دیگه قرار چی بشه بفهمی عاشقت شدم درد منم کی میفهمی عاشقتم چون میرم دوری موظف باشید برو 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 اون طرف برو برو برو. آها خب خوبه همینجا بشین. بفرمایید شما بشین پشت میز و کارتون رو شروع کنید. آقا جلال ببخشید من کجا بشینم؟ شما؟ خب پشت میزتون دیگه. خب میز من اینه دیگه این نشستم. آها شما بفرمایید بشینید پشت اون میز. پشت اون میز؟ آره باشه. خب این که میز منه. البته میتونیم یه کاری بکنیم دو تا صندلی یکی این ور میز یکی اون ور میز یکیمون این ور کار کنه یکیمون اون ور یه میز رو مشترکاً با هم کار کنیم. مشترکاً نه شما بهتره برید پشت اون میز بشینید. چی؟ آقا جلال اونجا میز منه. دسته بنداز آقا وایسا من هرچی بگم شما یه چیز دیگه ای میگید مسخره است. ببخشیدا ولی من فکر میکنم اصلا مشکل جای میزا نیست تعدادشونه اون که قابل استفاده نیست الان ما چهار نفریم ولی سه تا میز داریم. درسته. ببینیم به چه نکته ظریفی اشاره کردن. بله دیگه سه معادله و چهار تا مجهول. شما به حرف من خندیدین یا به حرف این؟ به
به حرف ایشون. شما که همیشه میگفتی حرفای هوشنگ بیمزه است و حرفای من بامزه. خب حالا این دفعه استثناء بامزه بود. استثناء. آقا جلال ببخشید میشه یه لحظه تشریف بیارین تو اتاق؟ بفرمایید. خب چی شده؟ آقا جلال ببخشید من جسارت میکنم، ولی این آقا نه رزومه کاری دارن نه تحصیلات، قراره اینجا چیکار کنه؟ ببین آقای ترابی، من تو زندگیم یه اصلی دارم که به کسی ماهی نمیدم. ماهی چیه؟ ماهی نمیدم ولی ماهیگیری یاد میدم. خب برای من کاری نداشت که اون 15 میلیون. آقا جلال، آقا جلال چی شده آقا جلال؟ ببخش نفر بدون گفتن این صندلی ها منو درست کنیم. چشم ببخشید. کارمندان نفهمند. چشم شما خوبی؟ آره بگیرش. بفهم. خوبه. ببین عزیزم، برای من که کاری نداشت اون 15 میلیون رو بدش بدم. خب میخورد بعدم یه آبی روش، ولی من گفتم بیاد اینجا واسه سر کار این 15 میلیونم ما به ما بهش حقوق میدم. فهمیدی؟ خب با این حال اینجا هم یه چیزی یاد میگیره، همین که 4 تا دوست درست حسابی مثل شما پیدا میکنه. میتونی بری. آقا جلال این سابقه داره، ماشین دزدیده، دردسر نشه. عزیزم مگه کسی که سابقه داره نباید تا آخر عمر بهش کار داد؟ بالاخره یه نفر باید بهش اعتماد کنه. آقا جلال چند دفعه بهتون گفتم پول این یارو رو بندازین جلوش بذارین بره. مگه چی شده؟ 2 تا چک حامل لای دفترم گذاشته بودم الان نیست. بفرما. آقا جلال چی شد؟ تو این صندلی رو بگیر. بفرما. خب کجا بوده؟ بفرما اینجا گذاشته بودم در این دفتر، نگاه کنین نیست. مطمئنی؟ بله دیگه 100% برده. ولی اون که این طرف نیمد. دوست همینه دیگه، یه لحظه غفلت کنی دزدیده. خب حالا خودش کو؟ رفت دستشویی. دستشویی ساده اینو الان چک و نخ کرده، فلنگم بسته. دستشویی. کدوم چکو داری میگی؟ اومد یعنی چی؟ گرفتمش شده میشه موشن به محل وقوع جرم برمیگرده. چی شده؟ چکو بده ببینم. کدوم چک؟ چکو گذاشته بودم رو میزم بده ببینم. بودو آقای مرزایدی اینا رو که نمیگین. اینا دست شما چی کار میکنه؟ خب من برداشتم شماره هاشون رو وارد کنم. خب چرا به من نگفتین؟ شما که تو شرکت تشریف دارین که بهتون بگم اینا رو هم 2 روز برداشتم، تازه الان به خودتون زحمت دادین برین سراغ میز و دفترتون. من از طرف ایشون از شما معذرت میخوام. خواهش میکنم آقا جلال. آدم زود قضاوت نمیکنه. دیدی منم زود قضاوت نکردم. آفرین. من آفرین؟ بله. مشیری. بله. بریم تو اتاق. بله. چه اینجوری نگاه میکنی؟ دستم رو ول کن. ولت کنم میزنی. خب برم بشنم سر کارم. نمیزنی ها؟ ولش کن. باش ول میکنم. چی کار میکنی آقا جان؟ دارم بستانکارا رو جمع میکنم، بعد بدهکارا رو جمع کنم ببینم تراز میشه یا نه. Thank you.
سلام. سلام. صورتت چی شده؟ چی؟ چرا همون جای همیشه قرار نذاشتی؟ اونجا لو رفت دیگه، اونجا باید نمیسیم. جنسا کو؟ یه پایین بود بود اومده، من برم کار دارم. بیا. چه خبر؟ بود چی؟ سلامتی. ها؟ سلامتی. ببخشید آقا. بفرم. ماشین مال شماست؟ بله. مدرک شما؟ تجسس کلانتری. تو منو فروختی؟ آه. ماشین مال خودمه، مدارکشم تو ماشین الان میدم خدمت. من میدونم تو. دفعه به گفتم که مشیری کجایی تو؟ در خدمتم. چند بار بهت گفتم مسئله شخصی و با مسئله کاری قاطی نکن، گفتم بد یا نه؟ من کاری کردم آقا. چی کار کردی؟ مشیری چند وقت من تو رو میشناسم، از اون وقتی که موهات رو سشوار میزدی و من بهت میگفتم اینقدر سشوار نزن موهات میریزد کچل میشی، ولی حرف گوش نکردی. حالا خوب شد؟ بازم شکو که این بغلشت داری. آقای مشیری تو چشای من نگاه کن، تو چشمان یه برقی میزنی، تو از خانم نیازی خوشت اومده؟ ها؟ آره؟ خب بله دیگه قربان. وای آخه تو یه نگاه تو آینه به خودت کردی؟ آقا همه میگن خیلی خوب موندی. کی گفته؟ بد موندم میام 6 در 4. به خودشم گفتی؟ اونجوری که نه، ولی یه سرنخایی دادم بهش آقا. این سرنخ نیست که تو دادی، این سر تنافه آقا. مستقیم روم نمیشه بهش بگم. ببین آقای مش... معذرت میخوام آقای دکترم. سلام از خانم آقای دکتر، حال شما؟ خسته نباشید قربان. ممنونم قربان، من بعدم بهتون زنگ میزنم. آره 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 قربان، بعدم تماس میگیرم، من فعلا سرم داره گیج میره. خب مشیری داشتم میگفتم بهت، ببین عزیزم هر کاری یه آداب و رسومی داره، یا تو باید قید این دختر خانومو بزنی یا اینکه بری با داییش صحبت کنی ازش خواستگاری کنی بگو من میخمش. آقا جون ما که از دار دنیا یه دونه بابای مریض داریم، این بیچارم که بی کس و کاره، یه دونه دایی داره، اون داییش هم شما برشتی آوردی اینجا کردی رئیس شرکت بالا سر ما. خودت بگو من چی کار کنم؟ پس بعد جوری گرفتار شدی؟ اوضاع خیلی خراب شد. تو کلانتری رضایت دادن که ولش بکنم، به شرط اینکه فقط بره تو کمپ. تو هم هر روز میری بهش سر میزنی در نره. خیلی مرتبتم.
الو حاضره؟ ببین زخم و زیلی نکردی که ماشینو. خیلی خوب الان میام. الان من برم گل فروشی ماشینو تعویض بگیرم. جواب نمیده. خب بشین بریم دیگه. حتی نمیشه که داماد هنوز نیومده. داماد نیوم. تو واقعا با آدمی که روز عروسیش تو را جلوی آرایشگاه بر نمیداره میخواد زندگی کنی؟ خب یه جا گیر کرده دیگه، الانم تو رای میرسه. شده موبایلش یه جایی افتاده. خب آقا شما چی فیلم میگیری؟ از کده زنی میزنی داماد؟ من جایی زنی نمیزنم. تعطیل کن برو آقا. این وضعیت. این همه چسب زدن به این ماشین نازنینم، حالا اصلا معلوم نیست چه بلایی سر رنگش بیاد. داماد نیومد. حتی من تو این وضعیت نمیتونم وایسم. خب برو بگیر بشین تو ماشین دیگه. تو ماشینم نمیتونم بشینم، بچه قلبش میگیره. الان ما چیکار کنیم برات؟ میخوای زنگ بزنیم بالگرد بیاد ببرده تو؟ زیبا حتی ببین به من استرس وارد میکنه. خب شیرین جو الان یه دربست میگیریم میریم. دربست برای چی؟ وقتی ما داریم میریم با هم میریم دیگه. آخه نمیشه یک گله آدم بریزیم تو ماشین عروس. ماشین مال این دوتاست. ببخشین کدوم دوتا؟ عروس و داماد دیگه. آتو فکر میکنی که من ماشین رو میدم دست این دوتا با هم برم؟ با آتو جنگ نمیخوای بدی؟ نه معلومه که نه. زیبا جون اون آسانسوره که همسر شما بالا پایین میکنده چه اتومبیل؟ خودم رانندگی بلدم، میشتم پشت فرمون. اصلا حرفشم نمیزنی یا همین شوهر و پسر این بلا سر ماشین من آوردن کافیه. خب خودت رانندگی کن، ما هم یه دربست میگیریم میایم، جا نمیشیم که. چرا جا نشیم؟ چند نفری من این ماشین ظرفیت 5 نفر، ما هم 5 نفری. وا مگه میشه 5 تایمون بچپیم تو ماشین عروس؟ یه دقیقه واسین ببینم. پس آقای نمکیان چی میشه این وسط؟ فعلا که نیومده که. خود داری میاد دیگه. حالا اومد میذاریم صندوق عقب. وا یعنی چی آقای نعمتیانو بذاریم صندوق عقب؟ ما اون روز رفتیم رستوران گذاشتیم صندوق عقب دیگه، هیچیش هم نشد. آخه عطا دامادو که نمیشه گذاشت صندوق عقب. من تازه دارم بهش حال میدم. دامادی که خواهر منو جلوی آرایشگاه ول بکنه باید ببندمش به باربند. الو آقای نعمتیان کجایی شما؟ من یه جایی گیر کردم نمیرسم. بیا نه چیزی نشده. میگم گیر کردم. انگشتم. محکم کف صابون فایده نداره. انگشتم. سب کن. 1 2 3. انگشتم. الو زیبا خانوم. نه شما نگران نباشین، ما میایم خونه. اینه که 100 دفعه گفتی آقای نعمتی ها. خب یه چیزی بگین که آدم از نگرانی در بیاد لاغر. آها خب باش خدا. چی شده؟ چی میدونم. بریم. کجا بریم؟ کجا بریم؟ بریم خونه اونا خودشون میاد. یعنی نمیاد دنبال عروس؟ نه دیگه، هی میگفت یه جا گیر کرده. نکنه تصادفی چیزی کرده. راست میگی صدای آه و نالشم میومد. خب پس اگه اینطوری میخوای بریم همون بیمارستان خودشو نقد کنیم دیگه. تو که الان خیلی بد میاد تو بیمارستان عروسی. بسته دیگه، زنده از شما بعیده ها. حالا این بخنده، بریم اونا خودشون میان. حالا خدا کنه اونجا بیان هم با این شرایط من روشون نمیم. عطا بیا بشین بریم ما. بلکو نگین جون بیا سوار شو. عطا بیا.
بیا اول شما سوار شو. نه بفرم. نه خیلی راحت نیست. من میخوام نمیشه باور کن نمیشون اصلا. بفرم. زیبا. تو عقب بشین. چرا؟ تو برای اینکه شیرین جلو بشینه. با تو نمیشه که عروس عقب بشینه. خب از اولم قرار بود عقب بشینه. اون موقع قرار بود داماد کنارش بشینه. الان که نیست باید جلو بشینه. خب آخه اینم فشار میاد. این همه جا چه فشاری به این میاد؟ آخه زنده اومدی من سر پیچ چرخیدم. شما هم که وزنت یه خورده زیاده. فشار میاد این بچه یه خورده له میشه. ها یعنی میخوای بگوی من چاقم؟ نه نگین جون. اصلا من میشینم وسط. شما بشین کنار من. شیرینم میشینه اون بر. نه 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 زهره جون. شما هم اونجا بشینیم. من میشینم جلو. برای اینکه از کجا معلوم شد یه وقتی زندایی اینجوری از روی شما اینطوری پرد شد قل خورد رو من. میگی من قرد تکم؟ من نخواستم. بیا بشین جلو. یا بسی جلو نخواستی؟ یا برو جلو بسی؟ زیبا بابا 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 بارتو ببینم بارتو بری اونا خودشو میا بشی بشی یه طرف نزن به 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 عروس خانوم چرا ناراحتی؟ دلم کن آقا اوشم حسل ندارم آقای نعمتیان دیر کرده نگرانم. نگران نباشین الان تو راهن میرسن. سب کنین تا کسی نیومده یه عکس قشنگ ازتون بگیرم. نگاه کن یه لبخند یه لبخند نه یه دونه بذارید من این نه اجازه بده من یه دونه عجبا حالا که اینجوری شد سلفی میگیرم خودم از توش باشم. آماده باشین سب کنی تنظیم کنم خودشه سه آماده این یک دو سه مرسی عجب عکسی شد جا بجا همه بخند بگیم چی؟ همه بخند بگیم چی؟ بخند بابا عروسی خالته بخند یک دو سه خدمتون بیاین تای کوچه پلاک هفت نه شما بیاین تای کوچه اینجا نعمتی رو خاندس اینجا رو میخواد آقده بله آقده که چیکار کنه داماد هنوز نایمده کی رو عقده کی کنه خیلی خب میاد شما تدن شما تشریف بیارید شما تشریف بیارید انتقای کوچه نه آقا هنوز داماد نایمده نه ببینید یه دونه ساختمونه پلاک هفت شما بیاین بله بله بابا چه گیری دارین شما به من آقده برو به کارت برس ای بابا خب نه شما بلاک هفته بیان بله آره آره شیه کرد من بخواستم ای شیطون کی دیده ای شیطون بلوچه بله بسیار خب افتخار میدید قربان تشریف بیارید منتظرتونم خدا نگهدارتون دایی جون آقای نعمتیان بود؟ نه دایی جون آقای دکترم میام آقا دکتر دیگه کیه؟
نمیشناسیش؟ خاک به سرم زهره. بابا همسایه خودمون آقای دکتر. بچا آقای دکترم میام. حالا آروم باش. بذار ببینم دایی جون صبر کن ببینم صبر کنم کیه. آقای نعمتیانه؟ نه آقای دکتره. بله قربان جان. چرا؟ واقعا؟ خیلی خوب مسئله اینی میفهمم میفهمم. آره خب کار مردم واجب تره. بسیار خب. ولی جناب دکتر خواهش میکنم که پاتختی یادتون نره، باید تشریف بیاری. خدا نگهدار. بچا آقای دکتر نیمیان. حیف شد. من اصلا تو کچلوار بابا راحت نیست. یه شب دیگه عروسی خالته، نمیشه که با گرم کن بیای. نه آخه این دو سایز بزرگی برای من، این دو نفر تو شیا میشن. تقصیر خودته، میخواستیم وسط کچلوار بخریم نخواستی. سلام. سلام. حالتون چطوره؟ تبریک میگم، ایشاله که به سلامتی. خیلی خوشحال شدم. اصلا چی شد پس؟ سلام شیرین خانم، تبریک میگم. زهره تو چرا اونجا نشستی؟ برای اینکه خیلی بدبختم من. بلند شو عزیزم، لباست کثیف میشه. از 20 سالگی آرزوم بود شوهر کنم، یه خواستگارم نداشتم. حالا که بالاخره یکی پیدا شده، باید 2 ساعت همینطوری رو صندلی عروس تو ما تنها بشینم. از من همیشه باید تنها باشم زهره.